راستش من نه طرفدار حجاب هستم نه ضد حجاب هستم و در ایران قانون اینه که باید حجاب داشته باشی. خب از خانومم درخواست میکنم که حجاب داشته باشه. رفتیم آمریکا، خودش میتونه تصمیم بگیره، میتونه با حجاب باشه یا میتونه حجابش رو برداره. چرا؟ چون قانون اونجا اجازه میده که انتخاب کنه. ولی اینکه شما میایین و زبون درازه و یک قانون اسلامی و یک امر اسلامی رو زیر سوال میبری ولی در عین حال دیت رو میخوای و در عین حال مهریت رو میخوای و در عین حال نمیدونم تمام رسم و رسومای اسلامی که به نفعت رو میخوای انجام بدی، این بخشش رو من نمیفهمم. بعدش هم قوانین دینی، قوانین اصلا دین یک سیستم دموکراتی نیستش که شما یک جامعه بیاد رأی گیری بکنه که کدوم قوانین دینی رو نگه داره کدوم قوانین دینی رو نگه نداره. هر دینی یک قوانین برای خودش داره. اگر که شما یک بی خدا هستی، یک مسیحی هستی، یک یهودی هستی در ایران زندگی میکنی، قوانین ایران میگه باید حجاب داشته باشی. قوانین آمریکا اینو از تو نمیخواد، قوانین جدی از تو نمیخواد. ولی اگر که در ایران زندگی میکنی، قوانین کشور اینو میگه. حالا تو عقیده نداشته باش. ولی مشکل اصلا این نیست. مشکل اینه که خانم ها از یه طرف میگن نه به حجاب اجباری، ولی وقتی که موقع خواستگاری میاد و موقع مهریه زبونشون ماشاءالله چند متر درازه. این مشکل بزرگ ایرانه. یا جالب اینجاست که همون خانواده هایی که ماشاءالله حجاب که اصلا فراموش کن، همش مدرنیته، ولی همون خانواده اگر که تصادفی در خانوادهش بشه و حق باشون باشه، تا آخرین ریال دیه رو میخوان، تا آخرین ریال دیه که یک قوانین اسلامی هست رو میخوان. اون موقع یوی میشن بهترین مسلمان جهان. بله خانم میاد توی استوری میزنه نه به حجاب اجباری، بعد بدبخ شوهرش که طلاق گرفته به خاطر مهریه توی زندانه. این خانمایی که مثلا به خاطر بد حجابی رو میخوان مثلا ببرن یا مثلا میخوان بگیرنشون، چی مقاومت بکنن؟ اگه جرئت داری برو آمریکا مقاومت کن به پلیس آمریکا، ببین چیکار میکنه باهات. اصلا resisting arrest یعنی مقاومت در بازداشت تو آمریکا خودش یک جرمه. resisting arrest، پلیس بخواد بگیره تو خودتو بکشی و وارد تو ماشین نشی و وارد ون نشی و داد و بیداد بکنی آینا، این خودش میگن resisting arrest. ببین چی کار میکنه پلیس آمریکا باهات. خیلی میگن که خب عربستان یا مثلا کشورهای عربی هم که مسلمان هستن، چرا اونجا حجاب اجباری نیست؟ بذارین یه چند تا از قوانینی که اونجا اجباریه و در ایران اجباری نیست رو با هم مرور کنیم. مثلا توف کردن در عربستان سعودی جریمه داره. دست همو گرفتن زن شوهر نمیتونن دست همو بگیرن. تتو، وقتی که تتو داشته باشی حتی اگرم که خارجی باشی به عنوان توریست باید تتوت قایم باشه، وگرنه چقدر؟ 500 ریال سعودی باید جریمه بدی. صف رو رعایت نکنی، اگه که صف رو رعایت نکنی که ماشاءالله ما ایرانی ها انقدر خوب هستیم در رعایت کردن صف، اگه رعایت نکنی 50 ریال سعودی باید جریمه بدی. شلوار کوتاه برای مردان، برو کیش، برو قش، ببین مردای ایرانی چقدر شلوار کوتاه دارن. رقصیدن در کنسرت یا خیابان، خانما که هیچی ولی آقایون هم اجازه ندارن. ماشاءالله ما اینجا که تمام کلیپ های اینستاگرام آقایون در خیابون دارن میرقصن. هر کشوری قوانین خودشو داره. بعضی از قوانین خوب هستن، بعضی از قوانین بد هستن. در آمریکا قوانین خوب وجود داره، قوانین بد وجود داره. این مشکل این که برابری زن و مرد در تمام دنیا وجود داره، در همون آمریکا همین امروزه نابرابری زن و مرد وجود داره. موضوع اینه که قبل از اینکه بیایید و خیلی سعی کنید که گنده حرف بزنید، اینتלקتوال حرف بزنید، یه ذره اول دانشتون رو بیشتر بکنید، یه ذره برید ببینید قوانین کشورهای دیگه چی هستش، ببینید که پیشرفت فرهنگی و شعور اون جامعه تا چه حد هستش و با جامعه خودتون مقایسه کنید، بعد بیایید و خیلی گنده حرف بزنید.